سلام، پریسا ارسنجانی هستم. به کانال من خوش اومدید. توی این جلسه حرکت جدیدی که قراره با هم یاد بگیریم اسمش پورنا داروناسانا هستش و یا به انگلیسی که میگن فول بو پوز و به فارسی که میشه حرکت کمان کامل. و اگر اولین بار هست که در این کانال هستید، لطفاً ویدیوهایی که توی پلیلیست ها دسته‌بندی شدن رو چک کنید و خیلی ممنون میشم اگه به کانالم سابسکرایب کنید. و همچنین اگر دوست داشتید خیلی خوشحال میشم که در کانال تلگرام، اینستاگرام و تیک تاک با من همراه باشید. قبل از اینکه تدریس رو نگاه کنید، خواهش میکنم این موضوع رو جدی بگیرید که حتما حداقل 10 دقیقه گرم کردن رو برای بدنتون انجام بدید، چون همونطور که میدونید این حرکت پیشرفته است و من خودم با اینکه سالهاست دارم یوگا میکنم و بدنم انعطاف پذیری کامل داره، ولی چون گرم کردن رو به درستی انجام ندادم یه مقدار کمر درد کردم. اینا نمیگم برای اینکه نگران بشید، ولی میگم به خاطر اینکه گرم کردن خیلی مهمه و باید همیشه توی تمرینات صبور باشیم تا به خودمون آسیب نزنیم. خب برای اینکه حرکت کمان کامل رو انجام بدیم، ما نیاز به انعطاف پذیری خیلی زیادی تو قسمت کمرمون داریم و همچنین توی قسمت شونه هامون. برای همین قبل از اینکه حرکت رو انجام بدیم، نیاز داریم که یه مقدار یه چند تا گرم کردن انجام بدیم برای اینکه به بدنمون صدمه نزنیم. و برای اینکه اون گرم کردن رو انجام بدیم، یکی ما نیاز داریم که یه سری تمرین برای شونه هامون انجام بدیم و یه سری تمرین برای کمرمون. و تمرینی که برای انعطاف پذیر کردن شونه ها هستش، من اونو توی جلسه یک نکات ضروری همه رو آموزش دادم. برای همین اینجا فقط به طور خلاصه چند تا انجام میدم که شما ببینید. و برای انعطاف پذیر کردن کمر هم توی جلسات قبلی حرکات بسیار زیادی یاد دادم که کمک میکنن بدن ما انعطاف پذیری پیدا کنه، مثل حرکت پل یا حرکت خود کمان که تو جلسه 42 درس دادم و اینجا قراره که کمان کامل رو با هم یاد بگیریم. و همچنین حرکاتی مثل کوبرا، مثل حرکت سگ سر بالا، همه اینا کمک میکنن که بدن ما آمادگی لازم رو پیدا کنه. و برای انجام این حرکت هم من اول حرکت اصلی رو انجام میدم و بعد گزینه راحت هم بهتون میدم که به بدن آسیب نزنید. برای اینکه شروع کنیم، ما باید روی شکممون دراز بکشیم به این شکل. و وقتی که حرکت رو میخوایم انجام بدیم، ممکنه که یه مقدار دلمون درد بگیره که این طبیعیه، چون وزن ما میاد روی شکممون. اول یه چند تا گرم کردن انجام میدیم. من از کوبرا شروع میکنم. دم و بازدم، دم بازدم، دم و بازدم. سه مرتبه فقط انجام دادم که ببینید. بعدش میتونیم حرکت ملخ رو انجام بدیم. دستا صاف، دم و بازدم، دم و بازدم. بعدش هم میتونیم حرکت کمان رو انجام بدیم که خودمون رو برای کمان کامل آماده کنیم. دم و بازدم، دم و بازدم. اینا یه چند تا حرکت بود که به طور خلاصه گفتم برای اینکه کمرمون رو آماده کنیم. و برای آماده کردن شونه هامون هم میتونیم یه چند تا حرکت ساده انجام بدیم. اولیش اینه که دستمون رو شونه ها بذاریم. دم و بازدم، دم و بازدم. و بعدش دستمون رو دراز کنیم. دم بازدم، دم بازدم. و همینو به برعکسش رو انجام میدیم، رو به جلو، دم و بازدم. و بعد با دست کشیده دم و بازدم. و یه تمرین دیگه ای هم که برای انعطاف پذیری شونه ها خیلی خوبه که من اینو توی جلسه یک نکات ضروری نگفتم، اینه که ما میتونیم از این بلاک استفاده کنیم به این شکل، بذاریم جلومون و بعدش آرنجمون رو روی بلاک بذاریم و بعد به سمت پایین بالا تنمون رو کشش بدیم به این شکل. این بهمون کمک میکنه که شونه هامون رو کشش بیشتری بدیم و خودمون رو آماده کنیم به این شکل. و این حرکت رو هم چند دم و بازم نگه میداریم به این شکل
هی خودمون رو فشار میدیم به سمت پایین تا شونه هامون انعطاف پذیری پیدا کنن. بعدش برمیگردیم. اینم یکی دیگه از تمرینات بود که ما میتونیم انجام بدیم. حالا میخوایم با همدیگه حرکت اصلی رو انجام بدیم، حرکت کمان کامل. به این شکل روی شکممون دراز میکشیم و کاری که باید بکنیم، مثلا توی حرکت کمان که آموزش دادم، دستامون رو به این شکل بیرون به پامون وصل میکنیم، ولی توی حرکت کمان کامل که امروز میخوایم یاد بگیریم، باید به این شکل پنجه هامون رو به داخل خم کنیم، بعد به این شکل پامون رو از بیرون بگیریم. ببینید دست من داره میچرخه، اینطوری نیستش. دستمون رو به این شکل به پامون اتصال میدیم، پامون رو محکم میچسبیم و پنجه هامون رو به این شکل خم میکنیم، برای اینکه این بهمون کمک میکنه که پامون و دستمون به این شکل سر نخوره. برای همین پنجه هامون رو خم میکنیم، یک دم عمیق انجام میدیم اول، بعد با بازدم شونه هامون رو میچرخونیم، آرنجا به سمت بالا و بعد کشش رو توی کمرمون و همچنین شونه هامون احساس میکنیم و تا هر چقدر که میتونیم پاها و دستامون رو بالا میبریم. و این حرکت کمان کامل دو تا حالت داره. یکی این که اگر پاها و دستا به سمت بالا باشن، ما کشش بیشتری هم توی پاها و هم توی شونه ها نیاز داریم و همچنین در کمرمون. ولی حالت دوم اینه که پاهامون رو به سرمون نزدیک کنیم. این حالت دوم به کشش کمتری توی پاها و شونه ها نیاز داره، ولی باز هم به کشش زیادی توی کمرمون نیاز داره. ولی حالت اول هم شونه ها و هم کمر و هم پاها کاملا کشش پیدا میکنن. این از حرکت اصلی بود. حالا برای اینکه حرکت آپشن راحت رو انجام بدیم، ما نیاز داریم که از این استرپ استفاده کنیم، کمربند یوگا. به این شکل استرپ رو دور پامون میپیچیم و بعد پاهامون رو میبریم عقب. بعد به همون حالت دوباره ما مجبوریم که شونمون رو به این شکل بچرخونیم. وقتی که چرخوندیم، اگه میتونیم با دوتا دستمون استرپ رو میگیریم و کم کم سعی میکنیم که دستمون رو به پاهامون نزدیکتر کنیم. به این شکل. اینم از آپشن راحت. بعدش برمیگردیم به حالت اول. اما اگر باز هم نمیتونید با کمربند یوگا انجام بدید، مشکلی نداره، فقط با همون کمان معمولی تمرین کنید که به این شکل هست تو جلسه 42 آموزش دادم، و بعد که بدنتون انعطاف پذیری بیشتری پیدا کرد، میتونید بعد با کمربند انجام بدید و بعدش بدون کمربند با دستتون به این شکل. بعد برمیگردیم و بعد از این حرکت، چون خیلی کمرکشش پیدا کرده، ما حتما باید حرکت سجده رو انجام بدیم تا کمرمون رو ریلکس کنیم. چند دم و بازدم نگه میداریم، بعدش برمیگردیم دم و بازدم. به همین شکل شما میتونید این حرکت رو انجام بدید. خب اینم از ویدیوی امروز. طبق معمول این تدریس رو با یک جمله بسیار زیبا از میسون کولی پایان میدم. وقتی مجبورید در جایی که اکنون هستید بمانید، کتاب خواندن به شما جای دیگری برای رفتن میدهد. ممنونم از وقتتون و اینکه با من همراه بودید. اگر سوالی داشتید حتما در قسمت کامنت بپرسید و همچنین سپاسگزارم از کامنت های پرمهرتون و اینکه ویدیوهای منو لایک و شیر میکنید و به کانالم سابسکرایب میکنید. هفتگی ویدیوهای در زمینه موضوعاتی که توی پلیلیست ها دستبندی شدن خواهیم داشت. منتظر ویدیوهای بعدی من باشید. خدا نگهدار.